سلام، علی هستم با آموزش برنامه‌نویسی پایتون در خدمت شما. امروز جلسه اوله و می‌خوایم در مورد چهار عمل اصلی ریاضی با هم دیگه صحبت کنیم و ببینیم در پایتون چطور میتونیم دو متغیر رو با هم دیگه ضرب، جمع، تفریق و تقسیم کنیم. خب می‌بینید که علامت‌ها رو براتون نوشتم. علامت جمع در پایتون همون جمعیه که می‌دونیم، تفریق هم همینطور. علامت ضرب و تقسیم و تمام با هم تفاوت دارن. علامت ضرب با ستاره نشون داده میشه، علامت تمام با دو تا ستاره پشت سر هم و علامت تقسیم با یه سلش. خب یه متغیر به عنوان آ تعریف میکنم و مقدار اونو 5 قرار میدم. متغیر بعدی ب و مقدار 2 رو براش در نظر میگیریم. حالا ما میگیم که پرینت کن برامون، چون میدونید که در پایتون با دستور پرینت میتونیم از برنامه خروجی بگیریم، میتونیم خواستامون رو ازش بخوایم. میگیم پرینت کن. خب میگیم که حاصل ضرب. حالا میگیم آ ستاره ب. حالا از برنامه اگه خروجی بگیریم و برنامه رو ران کنیم، به ما میاد میگه حاصل ضرب مساوی است با 10. یعنی این آ رو ضرب در ب کرده در اینجا و به ما 10 رو داره میده. همینطور میتونیم به جای این علامت عملگرهای دیگه ای بذاریم و خروجی که مد نظر اون هست رو داشته باشیم. خب امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این جلسه اول. با من همراه باشید تا نکات دیگه از برنامه نویسی پایتون رو با شما در اشتراک بذارم.